بیشتر ما برای برقراری ارتباط با دیگران از یک دستگاه یا اینترنت استفاده میکنیم. پس باید مراقب امنیت و اطلاعات شخصی خود باشیم. در زیر چند نکته کلیدی برای ایمن ماندن در فضای آنلاین را ذکر کرده ایم. رمزها و گذرواژه‌های قوی برای امنیت حساب‌ها و دستگاه‌های آنلاین خود تنظیم کنید. آنها را به صورت مکرر تغییر دهید و با هیچ کس دیگر شریک نسازید. دستگاه‌های خود را ردیابی کنید و آنها را در مکان‌های عمومی بی‌نظارت رها نکنید. برای اطمینان از داشتن آخرین بروز رسانی های امنیتی، دستگاه خود را به صورت منظم بروز رسانی کنید. قبل از نصب هر مورد روی دستگاه خود توافقنامه های کاربردی را مطالعه کنید. تنها مقداری از اطلاعات را که یک برنامه یا وبسایت نیاز دارد، معمولا با علامت ستاره مشخص می شود ارائه دهید. برای ارتباطات از طریق ایمیل از ایمیل آدرس استفاده کنید که نام شما در آن ذکر نشده باشد. به عنوان مثال، از somethinggeneric@email.com به جای yourrealname@email.com استفاده کنید. در مورد باز کردن ضمیمه ها در ایمیل ها و پیام ها محتاط باشید. هنگام انتشار مطالب به صورت آنلاین مراقب حریم خصوصی خود باشید و اطلاعات شناسایی کننده درباره خود یا مکان خود را منتشر نکنید. در موارد مناسب حساب و تنظیمات خود را بررسی کنید. گزینه تنظیمات معمولا به شکل چرخنده نمایش داده می شود تا اطمینان حاصل کنید که هیچ چیز محرمانه ای را به اشتراک نمی گذارید. این ایده خوب است که تنظیمات حریم خصوصی خود را به صورت منظم بررسی کنید، زیرا بروز رسانی های دستگاه و نرم افزار گاهی اوقات تنظیمات حریم خصوصی را به طور خودکار تغییر می دهند. از حساب های رسانه های اجتماعی خود به صورت ایمن استفاده کنید. افراد ناشناخته یا متجاوز را مسدود کنید و تنظیمات امنیت و حریم خصوصی بالاتری را بر روی حساب های خود استفاده کنید تا مطالب شما تنها توسط افرادی که انتخاب می کنید دیده شود. گزینه های مخفی کردن مکان خود را بررسی کنید و در نظر بگیرید آیا می توانید اطلاعات خود را از ارائه دهنده یا کاربران دیگر مخفی کنید. خدمات موقعیت جغرافیایی را در تلفن همراه و کامپیوتر خود خاموش کنید و از انتشار مکان خود از طریق حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود خودداری کنید. مطمئن شوید که کدام برنامه‌های نصب شده روی دستگاه‌های شما وجود دارد و هر چیزی که خودتان نصب نکرده اید را حذف کنید. اگر نمی‌توانید برنامه‌های ناشناخته را پیدا یا حذف کنید، از یک کارشناس فنی درخواست کمک نمایید. در صورت لزوم بازگشت به تنظیمات کارخانه‌ای یا فکتوری ریسیت را برای بازگشت دستگاهتان به وضعیت اولیه آن انجام دهید. باید مطمئن شوید که از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید، اما هنگام بازیابی از یک نسخه پشتیبان مراقب باشید، زیرا ممکن است اطلاعاتتان روی هر برنامه یا برنامه ناشناس نیز کپی شود. اگر از تمیز بودن کامپیوتر خود 100% اطمینان ندارید، از یک کامپیوتر ایمن استفاده کنید. به عنوان مثال، از کامپیوترهای عمومی کتابخانه یا تلفن یا کامپیوتر قابل اعتماد یک دوست. هنگام انجام کارها مطمئن شوید که از حساب‌ها خارج شده و تاریخچه را پاک کرده اید و مهمتر از همه به غرایز خود اعتماد کنید. شما بهترین شخص برای تشخیص اوضاع نادرست هستید و می توانید کنترل تجربه آنلاین خود را به دست بگیرید. در دوره آموزشی در اینترنت ایمن باشید از طرف آکادمی درخت دانش شما به مباحث بیشتر درباره امنیت دستگاه و اتصال به اینترنت، چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی از جمله اطلاعات بانکی، چگونگی ایمن ماندن در هنگام فعالیت اجتماعی آنلاین، چگونگی شناسایی، جلوگیری و مقابله با انواع سوء استفاده های آنلاین آموزش داده می شود و در نهایت شما بیشتر درباره چگونگی حفظ امنیت خود در زمان استفاده از اینترنت خواهی آموخت.